گوزا خاطر چی است؟ یعنی می بونگا گوی پول است یعنی می تون آفتابه است و جالب فصل ولی کدام گوزای تان پول داره که ما مره بگیریم پولویش کدامش ندارم اصلا سادام بگیریم وعده کردیم یا ما را در تابوت میمانه یا ای را در تابوت میمانیم واه اینه اینه وعده از این که دیگه سخت وعده نیست نیست چون... دلیت جمع باشه خودش خاندار کردیم شکر بچهش خاندار کردیم ولی نواسش هم که خاندار کردیم باید چاره میشه ولی مولای صاحب چی شیرینی داره که اینقدر شما ای را دوست داری نمیمان کی از همینجا بروه سر تا پا نبات هست الله دقیقا یعنی با وقت 24 سال یک عمر خیلی درازی است که مولای صاحب خوشبختانه در کارتی نو بهار است خوش چند است؟ چوب سیر خشک فرق میکنه بادام است، زردالو است خب یعنی از... سینجیت است، توت است به یه اندازه فرق میکنه یک در پای در پای کدامش خب زود در میگره داخل بخاری بیندازی؟ اصلا بادام اینجا پر از پودریا بود یعنی در داخل قبرستانی قبرهای هم خالی بودند که اونا داخلشان بر خود خانه جور کرده بودند و همه جای زندگیشان را پشت سر می گذاشتند یعنی زنده در جای مرده زندگی می کرد بیننده های عزیز توپ چینل افغان مایک سلام درود احترامات همه را به شما تقدیم میکنم ما همکار همیشگی شما که همیشه از مزار شریف در خدمت شما بودم و انشالله بعد از این هم در خدمت شما خواهم بود اما آینده را هیچ کس پیش بینی کرده نمیتواند امروز 19 نومبر 2023 میلادی است و ما آمدیم همراه همکار همیشگی هم جمشید جان نازنین به چوک خبرنگاران یا در خبریالان و تلورلاری اینجا آمدیم در چهار اطراف همین چوک هم هموطنان عزیز ما مثل بقیه چوک های مزار شریف مصرف کاروبار هستند قسمی که ما اشاره هم کردم در برنامه دیروز که در آمد آمد زمستان هستیم همه مردم دوست دارن از مواد سوخت آگاهی پیدا بکنند که زغال چند است چوب خشک چند است باز انواع و اقسام چوب داریم و خصوصا در فصل زمستان اکثریت هموطنان عزیز ما چیزای گرم رو شجار میکنه مثل ماشوله یا ماشپله یا کدو اینی چیزها رو البته کدوچن کدوی زرد که باب خوراک زمستان هستن پس ما از همین چوک شروع میکنیم اما ای که سفر این عصر ما به کدام کارت است هنوزم مشخص نیست او طرف هم زیاد چیزها برای گفتنی داریم او طرف هم میریم اما به این چی خوب است اول از همین چوب پروشی شروع بکنیم که قیمت دلار هم پایین آمده و در آمد آمد فصل سرد زمستان هم هستیم که لالای ما چوب خشک چند میفروشه السلام علیکم چال دارین خوب هستین بخیر سیادمند خیر خیرت تشکر زنده باشی ما اشتباه کردیم یا خودت اشتباه کردی ما چندین دفعه آمده بودیم که چوب فروشی اینجا نبود تازه آمده یا چطور
ما همینجا تازه آمدیم برای این با خاطر که ما چند وقت پیش آمده بودم چو برشی اینجا نبود. حتما شما تازه آمدین. بله. نامتان؟ مهدی. مهدی جان اول جای دیگه دکان داشتین چطور؟ ما اول در این منطقه چند سال میشه که هستیم، دکان داشتیم، بعد از اون اینجا نقل مکان کردیم. خب اول هم منظورم چوب فروشی داشتی یا کار دیگه میکنی؟ ما در فصلش اینجا کار میکنیم، وقتی شب میوه میفروشیم، وقتی شب چوب میفروشیم، وقتی شب به خاطر زیبایی این منطقه گل فروشی و نیال فروشی انجام میدیم. به به ما شاءالله چقدر خوب است کرد. یعنی شما هر کسبه هستین؟ هر کسبه گفتم میشه. بله بله. در آمد فصل سرد زمستان هستیم. بله. و شما باید خانه های مزاره را خوب گرم بکنید، اما به شرط که قیمتتان مناسب باشه. نه، قیمت ما از بازار کده چند روپه پایین تر است نظر به دیگه جای، چرا که مشتری داره و دکانداری کارا را داره دیگه. بله بله. با ما که هستیم نو کار هستیم در این منطقه، البته نقص نکدی تا حاله؟ نه انشاءالله نقص نکردم. الهی شکر که نقص نکرده. بعضی از هموطنان عزیز ما در خارج از افغانستان زندگی میکنند، اما اعضای فامیلش در همین جا است. قرار است مثلا در فصل سرما یا فصل زمستان برای اعضای فامیلشان چوب خشک بخره، زغال بخره. این حال شما بگین که قیمت ها چطور است؟ یک سیر چند است؟ سیر زغال چند است؟ سیر چوب خشک چند است؟ و جالب اینجاست که در پهلوی ازو کدو هم دارین. کدو از خودتان است؟ کدو هم بله از هم است. از وقت بهار مونده میجه، وقت خربوزه و تربوز که میفروختیم کدو هم نگاه میشه به او. در گرمی کدو ها را یخ میزنه یا نه؟ میزنه. در گرمی میزنه کدو ها را یخ؟ در گرمی کدو را یخ میزنه به خاطر که اگان تا نگاه میکنن از دیگه سال. خواه خواه خواه. برای هموطنان عزیز ما بگو که سیر چوب خشک چند است؟ چوب سیر خشک فرق میکنه. بادام است، زردالو است، یعنی سینجیت است، توت است، به این اندازه فرق میکنه. یک در پای در پای کدامش خوب زود در میگیره داخل بخاری بندازی؟ اصلا بادام. بادام؟ بله. بادام نازک طبیعت است چطور؟ نازک طبیعت نیست، روغه نیست، نگام میشه. بعض چوبا را ما زخ بلوط میگیم که زود نمیسازه. اون کدام است؟ او تقریبا در کابل فروشات از وسط در مزار نیست. در مزار نیست. نه خیر. زغالتان سیرش چند است؟ زغال 60 افغانی. سیر 60 افغانی؟ سیر 60 کابل البته. مزار فرق میکنه، دو سری کابل میشه. مزار با چند میشه؟ مزار 120 افغانی. 120 افغانی میشه. بله بله. به این روزا فروشات داری یعنی؟ در این روزا مون کسایی میخرند که البته اگه اینجا سرشته زمستانی رو میگیرند اقتصادشون بالا هستن، یک 100 سیر یا 50 سیر به اندازه بالاتر میگیرند. کسایی که اقتصاد پایین دارن در وقت زمستان میخرند. یک دم مثلا یک احتمالا یک باران میشه باز چوبای شما رو خود تر میکنه، باز در بخاری در میگیره یا مجبور ما موبلین میندازیم؟ نه فرق میکنه، باز پلاستیک میگیریم درشان که مردم بزامت نشن. کدو چند است؟ کدو می 100 روپیه. 100 روپیه. این کدو است یا خربوزه است؟ اینا البته خربوزه هستند. خب. دو بالا هم نگاه کردگی داریم البته برای کسایی که آویزان کردی؟ آه اونا نگاه داشته است. چقدر جالبی برای شب یلدا البته. در شب یلدا اکثر کسا تربوز می خورن. شما خربوزه نگاه کردی؟ یگان یگان شوقی است. این گپتان معقول است دقیقاً. این گپتان معقول است. هم کدو را آویزان کردین هم خربوزه را آویزان کردین. خی خربوزه چند است؟ امیرم پرسان کنم که گله نکنن. یک 30 روپیه 20 روپیه زیاد بالا نیست. قربانت شما. تشکر. زنده باشین. خوش آمدین. باشین. تشکر. سلام. بخیر باشین. این قدر شیرین صحبت میکنه که هیچ دلم نیست که از اینا دور شوم. اما چاره نیست، باید بریم اون طرف. اینجا بینیدای عزیز اینجا سعی کنین. ای اکثر اوقات برمیگرده به دختر خانم ها. ما همین سوال ها میخواییم که از دختر خانم ها بپرسیم که راست تانه بگی با کدام اندازه شما در خانه تان چی دارین؟ یعنی از این کوزگک ها دارین که داخلش پول میندازین، با کدام اندازه دارین؟ دختر ها مطمئن هستم که با این اندازه دارن. با این اندازه؟ اگر با این اندازه نباشه با این اندازه اطمان است. یعنی هر اندازه ای را که شما بخواهین اینجا پیدا میشه. ما چیم صاحبش که هست که گره رفت. بیا بابا جی. بابا جی صاحبش هست. السلام علیکم بابا جی. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ این طرف کامره ما دور بخورین. این همیتون. بابا جی نامتون؟ نام ما محمد نادر هست. کاکا نادر از مزار شریف هستین؟ بله. چی کار میکنی کاکا نادر؟ این همی دکانداری و همی تو مزار کاری هست. گزار همی بروشی؟ بله بله. این گزار خاطر چی هست؟ این همی بانگکوی پول هست و همی تو
آفتاب است و جالب است. حال خودم کوزایتان پول داره که ما مرا بگیریم. پول کوش کدامش ندارم اصلا سودا میکنیم. خا. ها با خرید پول میپاتم. این کوزه پولتان بسیار کلان است. ای ای داریم میگا. ها؟ بسیار کلان است. خا. یعنی دو میشه است. آها. یعنی او با سه میشه است. یگان تا شوقی از این کوزه کلان میخرست میشتون یعنی؟ میخره. آه مردم با کوش لکته و نیمته اومده میبره دیگه. والا خیوات من خوب پولدار است. نواسی پولدار است. شاید کنم میبره خوب میتونم اصلا مردم. اما به نظر من شاید اکثر اوقات این کوزای خرد خورده بخره. خرد اون میخره که اون کمش که خوشش اومد امرو میبره. چه وقت میشه اینجا مصرف هستین بابا جی؟ اینجا ما کو قریب یگون یک ماه میشه اومدیم با اینجا مدو کنیم اونجا بود. همیشه کار کوزه رو میکردیم؟ بله، همین یکون شش هفت سال شدم کارهای امینا رو میکردیم. خب، اینا رو با شما از داخل شار میگیرین یا از جای دیگه میارین؟ چی رقم؟ اینا جای داره در خود همین کلالی خود نیست از کوچه کلالی؟ کلالی میاریم ما، از اموجا میاریم ها باز اونو دیگه کلام جای پخته میشه در کارخانه ها باز اموجا میاریم کلالی باز ما میاریم. حالا امروز یگان تا را فروختی یا نفروختی؟ میشه مقصد هرچی که خدا کنه دیگه انشاءالله که یک پنجله و دهته میشه مثلا. بله بله بله. خب ما دعا میکنیم که هر هموطن ما را در خانهش همین کوزیش پر از پول باشه. اینا خوش ما خوش. بله بله. شما خوش. بله بخیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین. بینندای عزیز میاییم این طرف. اینجا هم ساخت و ساز جریان دارد. یعنی اینجا اول این چاک به نام چاک پودریا یاد میشد. حال خوشبختانه به نام چاک خبرنگاران کارش به اتمام رسانده بود چند ماه پیش. اما اینجا یک پیاده رو جور میشه، پیاده رو جور میشه، این کاملا موازی گرفته میشه. او طرف شاید یادتان بیه که اینجا پر از پودریا بود، یعنی در داخل قبرستانی قبرهای هم خالی بودن که اونا داخلشان برای خود خانه جور کرده بودن و همه جا زندگیشان را پشت سر میگذاشتن، یعنی زنده تا جای مرده زندگی میکرد. این یک وضعیت بود که در اینجا مطمئن هستم که شمایی که از این کوچه اگر رد شده باشین یا از این کوچه عبور کرده باشین تصویر اینجا را حتما دیدین که یک همیشه یک تصویر خیلی منفی در ذهن ما به وجود می آمد. اما خوشبختانه امروز ببینین این ساخت و سازه، این سرک عینی تا کارتی نوبهار قرارست ای پیاده رو جور بکنه و ای را موازک بگیرن. چقدر خوب است، اینجا یک جای ویژه برای کثافات است. اما در گذشته در هر جایی از این سرک پر از کثافات بود، یعنی اینجا که می آمدی وقتی که گذشت می کردی باید ماسک می داشتی، باید یک چیز در دهنت می ماندی که بوی تعفن از هر چیز مقامت می رسید. ولی یک جایی خاصه برش ایجاد کرده، جور کرده و اینجا بخیر ای که جور شوه ای با واقعیت یک نمایی یک زیبایی خاص خود به این سرک خواهند بخشید. این سرک حلقوی است. ما عمو تو میریم که با تارک شدن هوا ای استاد کنجی اینا یک تبریکی برش میتونم یک زرنج نو گرفت است. السلام علیکم. چال دارین؟ خوب هستین؟ حاج صاحب سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحت من خیر خیر. تبریک باشه. زنده باشی لالا جان. نامتان؟ عبدالرزاق. رزاق جان چند روز میشه خریدی؟ ای لالا جان تقریبا روز پنجشنبه تا کرده بودم. همین پنجشنبه؟ بله. چند گرفتی بخیر؟ ای لالا جان 2800 شد دیگه. 2800 دلار. ها ها. هنوزم چارچوبات جور نکردی برش؟ لالا جان تا 500 کیلومتر باید بگردونی که تا که راو کاری شوه. بعد از اون دیگه با مبلنش تبدیل شد. اندک قایده و قانون دارن باید اما قایده ولی 500 کیلو را پرا کردیم یعنی؟ نه تقریب 200 شد دیگه. فقط در و بیر مزار گشت رسیم. چکر میزنید؟ اینا چی تان میشن؟ پدرم هستن. پدر جان دار هستن؟ خواه خواه. پدر جان خوب هستین؟ بخیر صحت من؟ اینا پدر جان تان خرید برتان؟ بله اینا خود خیوات خودت خیلی زیاد دوست داره. بله هم دوست داره. عرشی کردی یعنی؟ بله. اینا ماشاءالله همه طرف ده پدر جان پورا کرده خیر؟ بله دیگه ما عرصی هم کردیم تقریبا یک سال شد دیگه. یک سال شد؟ بله. چند صد کیلوش مانده که بخیرم 500 پورا شود؟ یک تقریبا 150 کیلومترش مانده. 150 کیلومتر؟ حالا نگشتانیم اقا زیاد به خاطر که درس ها بود نتانسیم. چی میخوانده؟ چه هسته مسئله هسته ما بزنیم؟ کدام پانتون؟ پانتون بلخ. کدام پانزه؟ پانزه انجینیر معدن هستم. خواه خواه. سال چند میاسم؟ بستر چند؟ ولی لالا جان امروز آخرین روز امتحان ما بود، روز امضای ما بود.
خلاص شد بخیر. بخیر. این یک تبریکی دیگه برات میتونم. اینه تبریکت باشه. خداوند با روزایت برسونه. زنده باشی لاله. شیرین رو یک روز از پیشت میگیرم خو؟ شیرانی هزار. هر وقت که بخیر زرنج بجاج کای میکدی، مرا که یک جای دیدی با شیرین نمی است کمی جباز میبری کرایه نمیگیری خو؟ گابی نیست گابی ان شاء الله باز گابی میزنه. قربانتان. بخیر باشین زب. خداحافظ پدر جان. بخیر باشین. زنده باشین. با وقت مسئولیت بعضی از پدرها در برابر پسرایشان آن قدر زیاد است که حتی اگر پدر با آسمان هفتم هم برساند هنوزم ادا کرده نمیتواند. شخصا خودم، یعنی من اگر 10 بار 20 بارم با آسمان هفتم پدر خدا ببرم، من هنوزم نمیتوانم که امو یعنی ادا بکنم زحمت هایی را که پدر بزرگوارم برای ما کشیده، فرصت هایی را که برای ما داده. اما با افتخار میگم هر فرصتی را که از پدرم خواستیم پدرم داده، از او استفاده کردیم و با وجه احسن از نگاه مثبتش استفاده کردیم. هر پسری که از این فرصت های پدرش از بود مثبتش استفاده کرده باشه، او هم به پدرش افتخار میکند، او هم به خودش افتخار میکند. پس ما بینندگان عزیز همین سرک القوی را برایتان به تصویر میکشیم. اینجا آنقدر بیروباره که در داخل شهر است اینجا نیست و هوا هم در حال تاریک شدن است. ما باید قدم بزنیم، یک ذره پیش بریم. بینندگان عزیز، یکی از هموطنان عزیز ما که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکند اما در کارته نوبهار زندگی میکرد، چند بار برای ما گفته بود که از کارته نوبهار گزارش تهیه بکو. ما به وقت خیلی مصروف بودم چون سالنگ، کانال قشتیپه، بدخشان، تخار او طرف میرفتم، فرصت نیافتم. ما امیج دمی کارته نوبهار از خودت معذرت میخوایم که خیلی دیر رسیدم، اما مطمئن باشید به وعده خود عمل کردم. ما فعلا نماز شام در همین مسجد خواندم، مسجد جامع حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، و خوشبختانه ملا امام یا مسجد هم همین جاست. بین که امره از نام صحبت بکنیم و کسی که از همین کارته نوبهار بود، امیدوار هستم که یه گزارش در حال تماشا کردن باشند. مولوی سی محترم، السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر سیعتمن؟ شکر. خیر خیرت. نامتان مولوی سی محترم؟ شیر محمد. مولوی صاحب شیر محمد، دیره بگین که از کجا هستین؟ ما از ولایت فاریاب.
فاریاب؟ بله. از کدام ولسوالیه ولایت فاریاب؟ ولسوالی خواجه سبزپوش. خواجه سبزپوش است. چقدر جای سرسبز است این مولای سیب؟ انشالله. چند سال میشه که اینجا امام است؟ ما 24 سال میشه. 24 سال؟ بله بله. چقدر این مردم کارته نوبهار شما را دوست دارن؟ بله، مردم کارته نوبهار همه انسان های خوب و نیکو هستن. آجی صاحب میگه این بخیره گراو ماندیم نمیمانیم. آجی صاحب خوب هستی؟ بخیر سیاد من خیر. پنجار را پرا کنه 50. بله بله. ما قدر دی وعده کردیم یا ما را در تابوت میمانه یا ای را در تابوت میمانیم. واه واه، اینه اینه وعده. آجی که دیگه سخت وعده نیست. نیست نیه نیه. دلیت جام باشه. خودش خاندار کردیم، شکر بچهش خاندار کردیم، ولی نواسش هم که خاندار کردیم باید چهارا میشه. ولی مولای صاحب چی شیرینی داره که قدر شما ایره دوست دارین نمیمون که از همینجا بروه؟ سر تا پا نبات هست. الله دقیقا، یعنی با وقت 24 سال یک عمر خیلی درازی است که مولای صاحب خوشبختانه در کارته نوبهار است و بزرگای کارته نوبهار مثل پدر بزرگوار ما انقدر شیرین صحبت میکنه. دلم است که در کارته نوبهار ما مگولی را کرایه بگیرم. حاجی صاحب خانه ما در خدمت خانه اضافه هم دارم. یادت اگه خوش میگی میگه نیکی و پرسیش چرا نیاد شب ما میمون جو کتا کامرمنیت مولای صاحب هم میبریم صحبت میکنیم. چه پخته کردین حاجی صاحب؟ والا والا میشو کدو است یا لوبیا؟ نی برنج است بیاد. پلاواس. پلاواس. کوتی مردای قدیم پلاواس. ها پلاواس پلاواس. مزارع خو ماشاءالله در مهمان نوازی ما و شما خو نام داریم با سمت شمال، خصوصا در می سال نو ما و شما خو زیاد مهمان می پیش ما و شما نی. همون بسته کردین خو مردک. ما بسته نکردیم حاج صاحب. سر ما نندازین. آه دقیقا با وقت بنیدای عزیز یکی از هموطنان عزیز ما از امیکارتی نوبهار حاجی صاحب در خارج زندگی میکنم دیگه از پیشم گله کرده بود که چرا نمیری از امیکارتی نوبهار یک گزارش تایه نمیکنی. خدام را خیلی ده که تو رنج قدم رنج خال بدی. کاش که یک ذره وقت خیلی میامده بود. وی وی سبا بیگام بیشی که تیما بیاده. خواه راست میگه راست میگه. میشه خدا نامتان حاجی صاحب بگین کمی نام مبارک شما چیست که ما دیگه در زندگی نام شما را مثل نام مولوی صاحب فراموش نکنو. نام ما هستم خو حفیظ الله از مرا خلیفه حفیظ میگن. چرا خلیفه میگن؟ ما رشته ام دریور هستم، متعلوار هستم. لیسانس داری؟ الا یه وز یک تا دو تا دارم شکر فرض. لیسانس در زمان کدام رئیس جمهور ما گرفته بودی؟ خدا بیامرز دکتر نجیب الله. او وقت؟ بله. 16 روز درس خوندین یا یک ماه؟ در کدامش تو خوش هستی؟ ما در دویش خوش هستم. تا درس خونده باشه این حاجی صاحب. ما در زمانی که سرباز بودم. یعنی عسکریم کردین؟ حتما دو دفعه. دو دفعه؟ بله. همین زمانی که ما خو وقت نبودیم تاریخ خانی میگوین که جبری بود. جبران رفتین؟ نه با خوش خودم داخته دکتر نجبرم با خوش خود. در کدام غند در کدام ولایت کجا بودی؟ که 18 غند دازی توبچی. در کدام ولایت؟ من امزار شریف. همینجا خو امو غند همونجا بود منظورتان. خواه چند سال ماندین است که؟ 3 سال 2 ماه در دوری اول ماندم، 2 سال 1 ماه در دوری اتیاد. از نزدیک دکتر نجیب دیده بودین یا از تلویزیون ها میشینید؟ شاه نوازتانه تو رقمی تو دیدیم. کاش که نمیدیدی. رقمی تو دیدیم شاه نوازتانه برای نمایی تو دیست نگر کلی باز ما را فکر میکنم که گوی ما شاه نوازتانه باشم. نه برام تو زمان دیدیم که در سالنگ ما بودیم اما سالنگ فتح شد خودی اما شاه نوازتانه همون جا اومد و بکسایی همون وقت هم همون تو برود داشت؟ همون تو برود داشت. همون تو شاه نوازتانه بودم وقت. بیننده عزیز در کارته نوبهار در پهلوی مولوی صاحب بزرگوار نفر اصلی را میافتیم. هر قدر که شیر صحبت بکنیم صحبت های از اونها شیرین میشه. مجبور ما را میجا سر صحبت بیاره سر گپ بیاره که خوب گوش نشویم با سرش خود تاوانی کنیم. چرا نی؟ چی دیگه تیار است از یار است. در پشتو ما یک متل داریم وی پیاز دی پناز دی بلند.
دیخون که این خب بینیدای عزیز، هموطنان عزیز، ای بود گزارش ما از کارتای نوبهار. اینجا در تصویر میبینید، ما از کامرامین خود خواهش میکنم که همه عزیزار یک در تصویر نشان بدهد که واقعا خیلی مردم مهمان دوست، خیلی مردم مهمان نواز است. از مولای سب تشکر میکنم، از بقیه بزرگا که نامتان نمیفهم مرا ببخشین، همه نور چشم ما هستین. من از یک پدر به همه تان احترام دارم، دوستتان دارم. کجاست؟ این بابا جی اینجا بی این بابا جی سلام علیکم. علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین. نامتان؟ محمد عمر. محمد عمر؟ چند ساله هستین؟ 85. 85؟ باور کنین جوانه 18 ساله و 25 ساله در مسجد نمیه، 85 ساله در نماز جماعت حاضر میشن. پنج وقت. جوانه یک ذره بشرمین. خداوند برد قوت بیشتر به تاجی صاحب. خدا مهربان است. بدون شک خداوند مهربان است. دقیقاً. آمین. بنیدای عزیز، ما همینجا با شما خداحافظی میکنم. با بزرگای ما یک عکس دست جمعی میگیریم. بعد از کارتای نوبهار رخصت میشیم، میریم، اما یک روز مشخص ویژه به خاطر بزرگا و به خاطر مولای صاحب و به خاطر شما حتما میایم. خلفی وعده کردی؟ نه، نه وعده کردی که شو میشنم. نه وعده نکردیم، فقط ما فقط پرسان کردیم که حاجی صاحب چی پختین. هرچی خدا واسه دیگه. یه همین گپی قبلیم هست که پیازی پناز دی، درست است؟ بینیدای عزیز، ای جوان هم میبینین یکی از علاقمندای ماست. میگه یوتیوب چینل شما رو هم سابسکرایب کردیم و گزارشات شما را میبینیم. بیام یک چند سوال میکنم که آیا می گزارشات ما را میبینه یا نمیبینه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحت من؟ خیر خیرت؟ بخیر هستین؟ زنده باشین. نامتان؟ زبیح الله نظری. نظری صاحب چی کار میکنی؟ من محصل هستم لالا جان. محصل سمستر ششم پانزده طب پانتون مولانا جلال الدین محمد بلخی. واو واو واو، ماشاءالله ماشاءالله. سمستر ششم هستین؟ بله هستم. امتحانای فاینال ما هستیم، سمستر پنج هستیم، شش میشیم بخیر. اگر امتحان دیگه ما مونده خلاص میشه باز بخیر. چطور عشق و علاقه به طب یافتی؟ والا طب که یک بسیار یک رشته حیاتی است، بسیار یک رشته خوب است، به خاطر که مثلا ما وقتی که دکتر میشیم هدف ما اینمی است که به مردم خود خدمت کنیم، به مردم رنجیده و غمدیده خود باید ما خدمت کنیم. فقط به اینمی هدف ما شروع کردیم تو که بخیر انشالله با کمک خداوند خلاص کنیم، بخیر واسه خدمتگزار مردم باشیم. بعد از خداوند مسئولیت مرگ و زندگی مردمی که مریض است راجع میشه به دکتر. بله بله، راست میگی. بله بله، با کمک یاری پروردگار دکتر. بله دکتر خیلی مسئولیت بزرگ دارد. بله. شما بخیر به همچون یک مسئولیت بزرگ آماده هستین؟ انشالله که آماده. ای خود از امیال گرفته را هستیم بخیر تا که کدام بخش میشه. خیلی دوست داره که تخصصی بخونه، مثلا جرایی است، داخله است، اعصاب است، روانی است؟ داخله. داخله داخله بسیار فهم. داخله. بلا علاقمندم بخش رشته داخله هستیم که انشالله بخیر پانتون که خلاص شد باز تخصص خود در بخش داخله میگیریم. میگیریم بخیر. بله. برنامه های یوتیوب چینل افغان مایک که گاهی اوقات تماشا کردین میشناسین یا خیر؟ چطور نه، هر وقت هر ویدیو که میمونه. یک شب بگو که مثلا ما باور بکنیم که شما یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کرده ای. یک گزارش ما را بگو. یک گزارشتان خود زیاد دیدیم. خب مثلا یک جای رفته بودین، شولگر هم رفته بودین، او هم دیده بودم دیگه. شولگر چشمه خواجه سکندر. خواجه سکندر. ما خودم اصلا شولگر هستیم. شولگر هست مینم هر وقت. دیروز هم خیمه رفته بودیم یک مسابقه فینال فوتبال. فوتبال بود اگه بله. بودین یا نبودین؟ نه ما نبودم، اونجا قومای ما بود، اگه زنگ زدن که فوتبال هست امروز. در پینالتی کشیده شد ما اونجا بودم. چی رقم شد با نتیجهش برد؟ نتیجهش چی برد؟ چمتال برد. خواه خواه بسار. نرشایی باخت. این ما از اموجم برد گزارش دادم. بودین؟ چی پیام داری برای از جایی که طب میخوانند و در رتبه به مسئولیتشان در آینده در برابر مریضان؟ عزیزایی که مثلا طب میخوانن باید هدفشان اولا هدفشان همین باشه که ما خدمت یا پول؟ نه خدمت. خب پول هم مثلا بعض هاست خاطر پول میخوانن، اما باید هدف اول اصلیشان باید خدمت به با مردم باشه، تا که مثلا نیت پاک نداشته باشن دمون رشته که اصلا کامیاب نمیشه. اگر خاطر ریا و دیگه باشه خداوند کمک نمیکنه. اگر مثلا خاطر به خاطر که به گفته شما دکتر یک بسیار مسئولیت بزرگ داره، مرگ و زندگی یک انسان به دست دکتر میشه، دکتر یک وسیله میشه که یک انسان از مرگ نجات داده میتونه. باید بسیار هم تو با اخلاص
با هدف پاک صادق مندانه باید قسمی را که میخوره دست بالای قرآن پاک میمونه به او باید به عمل کنه باید بلا راست می تشکر سلامت زنده باشید بخیر باشید بخیر باشید قربانتان بخیر باشید زنده باشید بینندگان عزیز این بود صحبت های جوانا موی سفیدا مولای صایبا و بزرگای کارته نوبهار که ما شب شده هنوزم همینجا هستیم هم در همینجا با اطفالای نازنین و کسایی که بازگیل داره مثل ما کسایی که پیاده هستن خداحافظی میکنم تا گزارش بعدی که باز هم ما بیا باشیم در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به خداوند میسپارم خداوند حافظتان